امیرعلی سلام، سلام، خوب هستی؟ مرسی آرمی جان، خوبی؟ ممنون، صدا چقدر عالیه. ممنون، فقط بشم. من یه چند تا از برنامهاتو گوش دادم، یه چند تا انتقاد داشتم راست شو بخوای بهت. بفرم. از نظر من ریخته شدن خون انسان بدترین چیز ممکنه است، یعنی کشته شدن یه آدم بدترین چیز ممکنه است فکر کنم، یا لاغر به نظر من این شکلیه. بعد یکی از برنامه داشتم گوش میدادم، داشتی میگفتی که مثلا اگه یه جوری بشه که داشتی راجع به ارزش دموکراسی و آزادی اینو صحبت میکردی، میگفتی که اگه یه جوری بشه که 5000 نفر مثلا بریزن دور بیت رهبری، بعد اینجا رو بگیرن، مثلا آزاد بشه همه چی اینو بره، خیلی خوب میشه. من یکم راستش بخوام مخالفم با این، یا با هر روش دیگه‌ای که منجر به خشونت بشه. قبل از هر چیز یه چیزی من اعتقاد داشتم. من یه ثانیه تمام میکنم. زیر سی ثانیه تمام شد. بعد یه چیزی که من بهش اعتقاد دارم اینه که واقعا به نظر من مردم حکومت رو نگه داشتن. چون اگه واقعا تو مثلا تصور کن همین وضع حکومت، همین کادر حکومتی بره سوئد، مثلا برگرد اونجا بگه چه میدونم واکسن ممنوعه، طرف میگه بابا این چیه، این دیوونه است، مثلا ردیه چیه، اصلا نمیتونن اینا اونجا حکومت بکنن. و به نظر من واقعا مردم ها که حکومت رو نگه داشتن. کاری که تو میکنی عالیه، یعنی آگاه سازی به نظر من عالیه، و به نظر من این قضیه تدریجیه، یه هوی شدنش، انقلابی شدنش، اینا به نظر من اصلا چیز جالبی نیست. باعث میشه خون مردم ریخته بشه. بعد کسی هم که مثلا یه بر یه جای دیگه نشسته باشه بگه مثلا این کارو بکنید و بخواد مثلا خودش هزینه نده، به نظر من خیلی خیلی کار نادرست و ناشایسته. این کلا نظر من بودش. میخواستم اگه درست نفهمیدم کلیرفای کنی برام، اگه درست فهمیدم یا من موقعی که داشتم اینو فکر میکردم خودم گفتم که نباید من توی اتفاقا همین حرفی که زدی رو من زدم، گفتم من نمیتونم یه همچین حرف رو بزنم به خاطر اینکه من نباید یه همچین درخواستی رو از کسایی که مثل ما تو امنیت هستن یه همچین درخواست تو همون حرفی همون موقعی که داشتم میگفتم اینو گفتم، گفتم یه همچین درخواستی 20 بارم تکرار کردی. درست، جای ما نیست اصلا که ولی که بگیم که آها شما برین هزینه رو بدین برای اینکه ما این حکومت رو نمیخوایم. خب درست، من تازه داشتم بلند بلند داشتم محاسبه میکردم، نمیگم که این کار درستیه نه، خب داشتم فکر میکردم بلند با شما با بقیه داشتم فکر میکردم و خیلی هم امکان داره این حرفم کاملا غلط باشه، من خیلی قبول دارم که این حرف ممکنه غلط باشه. من دارم میگم که داشتم مقایسه میکردم با اتفاقای دیگه که مثلا تو جهان افتاده، مثلا انقلاب فرانسه. خب داشتم نگاه میکردم میگم اگه کوتاه مدت اگه نگاه کنید چه افتضاحی بود، مقدار خونریزی هایی که شد بعدش اصلا وحشت، چقدر سر بریدن. حتی خیلی کسایی که اصلا متفکرهای کسایی که اصلا فیلسوفای یا فعالان حقوقای روشنفکری بودن، حتی اونا هم شروع کردن سرشون رو بریدن. خب یعنی کسایی که اصلا این افکار رو شروع کرده بودن اونا رو شروع کردن. یعنی اصلا ببینید اصلا عقاید روشنفکری چیز شد، رشد کرد، مردم حقوقشون رو میخواستن، ولی بعد که انقلاب شد اصلا اکثر کسایی که مثلا این عقاید روشنفکری شروع کرده بودن که مرده بودن دیگه موقع، ولی اگه زنده بودن میدیدن که اصلا وحشت برشون میداشت اتفاقایی که داشت میافتاد، یعنی چقدر کارهای ضد انسانی شد. خب شما اگه اون مدت رو اگه نگاه کنید میگفتیم که خب این اصلا ارزش نداره، بهتر بود که همون شاه ها میموندن. ولی طولانی مدت اگه نگاه بکنید، یعنی خب منم اگه دارم اندازه گیری میکنم وقتی که میخوام ببینم آیا یه چیزی ارزشش رو داره یا ارزشش نداره، معیارم همون معیار شماست، این که یعنی ضد خشونت از لحاظ نه فقط هم خشونت، نه همه چی، بیماری، مریضی، کمتر شدن اون از لازش، البته به نظر من شکنجه از مرگم بدتره، کم شدن شکنجه، کم شدن کلن همه چیز نه فقط مردن. خب همه اینا رو، یعنی این که رفاه بیشتر بشه، امنیت بیشتر بشه، خشونت کمتر بشه، زجر کلن به طور هرچی که زجر رو اندازه میگیریم،
زجر کمتر بشه. خب ولی طولانی مدت اگه نگاه کنید باعث شد که چی شد، فرانسه و اروپا و اینا باعث شدن که یس این عقاید طوری رشد بکنه که حقوق بشر اصلا تو طول دنیا 10 قدم بیفته به جلو بعد چندین سال. البته بعدش که ناپلئون اومد به نظر میرسه که همه اینا شکست خورد، خب دوباره یه دیکتاتور جدید اومد. ولی اگه اون انقلاب نمیشد اصلا مثلا حقوق بشر آمریکا، انگلستان، الان کره جنوبی، ژاپن، اینا همش در همه این عقاید جدید حقوق بشری به خاطر اون انقلاب بود. یعنی اون انقلاب اگه نمیشد همه این کانستیتوشن ها و این توی سازمان بین الملل عقاید حقوق بشری، یعنی اصول حقوق بشری، اینا هیچ کدومش انقدر مد نمیشه. بفهمشو من فکر کنم بهتر فهمیدم الان منظورت. بیشتر یه دیدی داشته ایش مقایسه میکردی با تاریخ و چطوری که تو فرانسه اتفاق افتاده این اونور. ولی الان به نظر من مثلا یکی از جایی که دل من واقعا شکست قضیه بورس بود. چرا مثلا این هم آدم رفتن تو بورس؟ حالا مثلا کسی که پول داره اون در حال مرگ نیستش که رفته گوشه تو بورس. حالا مثلا سر قضیه پراید که مثلا ملت گفتن پراید نخریم واسه هم رفتن خریدن، میتونم درکش کنم. یا روزم مثلا یا من نون شب ندارم چی کار کنم که شما تعریف کردین، من باید برم کار کنم واسه بچم نون بیارم، حالا هر چی که هست اونا رو درکش میکنم. ولی بورس رو واقعا درک نمیکنم. واقعا تله بود، مردم افتادن توش. اگه مثلا زیاده خواهیار رو یکم بذاریم کنار همه چی خیلی خوب میشه. نمون اولین کسی هم که هستش اولین نفر به خودم میگم، یعنی مثلا من دوست ندارم هیچ هزینه ای بدم، دوست ندارم از هیچ چیزی فروگذار باشم، تا اندش تا دینش میخوام سود بکنم، در این حال جامعه و حکومت هم خوب بشه. این کاملا میشه دابل استاندارد. مثلا اصلا نمیتونیم، مثلا ما همیشه میگیم اروپا و آمریکا خیلی خوب زندگی میکنن، ولی یه ذره خودمون نمیخوام شاید مردمش باشیم. به نظر من مردم و دموکراتن که حکومت دموکراتو میسازن، و این چیزی هم که ما الان تو ایران داریم 100% خواسته مردم میشه. حالا 100% دقیق نیستش، ولی خواسته اکثریت مردم که این حکومت باشه به نظر. خب ببین، خواسته مردم ممکنه میتونه غلط هم باشه البته. و ببین، من اگه میگیم که اگه اینطوری بشه ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، منظورم نیست که مردم باید این کارو کنن یا اون کارو کنن. خب من فقط دارم میگم که ببین، اگه یه انقلاب ممکنه بعدش، اگه ممکنه بعضی انقلابا ما داریم تو طول تاریخ، ببین من میگم نمیتونیم بیان بگیم حتما اینطوری میشه یا اونطوری میشه. ما مثال داریم انقلابایی توی طول تاریخ که هزینه کم دادن و خوب و بعدش هم خوب شد. خب مثالایی داریم انقلابایی بوده که هزینه زیاد دادن و اولش به نظر میرسید که همه چی بد میشه، ولی به طور طولانی مدت اگه نگاه کنیم به نفع همه شده. مثالایی هم داریم که انقلابایی شده که اصلا همه چی بدتر شده. همین انقلاب خودمون. مثالایی هم اونجوری هم داریم. من دارم میگم، من اگه میگم که ممکنه یه انقلابی بشه که تو کوتاه مدت هزینش زیاد باشه و بعدش ولی بعدش طولانی مدت نگاه کنیم به نفع مردم ایران شده، منظورم این نیست که من دارم میگم مردم ایران برین این هزینه رو بدید. خب من اصلا من همچین انتظاری ندارم و همچین چیزی هم از مردم نمیخوام. من فقط دارم میگم که بوده انقلابایی که کوتاه مدت هزینش زیاد بوده و خیلی بد به نظر میرسه، ولی تو طولانی مدت به نفع اون جامعه شده. این واقعیته، این واقعیتی که ممکنه برای اگه انقلاب خیلی پر هزینه. ببین من خودم معلومه که ما وقتی که ببین اگه انقلاب مثلا بشه تو براندازی بشه توی ایران، خب من خیلی ترس دارم، برای که من فکر میکنم که مثلا این مردمی خیلی کسایی که براندازن میرن تو خیابون اصلا میگردن دنبال آخوندا، خب و اصلا خونریزی میشه وحشتناک. خب یه خونریزی افتضاح میشه. یعنی ما که من اون موقع وظیفه‌ام خودم رو میدونم که بیام به جای اینکه اسلام ستیزی کنم بیام مثلا طرفداری کنم از این از محافظه از این آخوندا مثلا تو اون شرایط. خب من وظیفه‌ام تو اون موقع فقط این میشه. ولی یعنی من ترجیح میدم که مثلا اگه قرار بشه مثلا یه همچه اتفاقی بیفته بدون هزینه باشه. خب ولی با اینکه من ترجیح میدم یه همچیزی بشه، اگه یه براندازی با هزینه بشه، من نمیگم که
تو اون موقعی که داره این اتفاق میفته ما طرفدار کسایی خواهیم بود که بخواد این هزینه رو کم بکنه و علیه خیلی از این براندازا خواهیم بود که مثلا این همه خونریزی مثلا نکنن تو اون شرایط. ولی من اگه بگم تو طولانی مدت حتی پر هزینه‌ش هم ممکنه به نفع مردم ایران بشه، این خب این یه احتمال هست. من ولی خودم نمیگم که پس برید این هزینه گنده رو بدید، منظورم مثلا این نیست. درست، مرسی، خیلی ممنونم ازت. من سوال دیگه ندارم. جواب دادم منظورم. آره، یعنی آره، خیلی بهتر فهمیدم. مرسی، ممنون. وقتت بخیر. خدا خدا حافظ.